خیر باشد آقا جان، زشت ای به ما مسخره مردم نیستیم که، ولی مردن مردنه سبا طرف یه زیگ تمام زشت آقا جان. این همه کارگر شریف شهرداری رو از کار زندگی انداختم که چی؟ آقا با سلامتی سرش زمین گذاشته رفته اون دنیا. خوابشو ببینی، من حالا حالا ها نمیمیرم، میفهمی؟ بابا من یه سکته ناقص زده بودم، هرتی میخواستی منو بکنی زیر خاکا بی مروفت. خب من برم با کارمرم برستم، کاری چیزی نداری که. میخوام بیام اونجا رو کاناپه بخوابم بابا، من اینجا میترسم. خب خودت لوس میکنی. این بارم جسی رجبه، دو به یک به نفع تو شد. اسرائیلم که جواب کردی. هی مال مردم خورد، های های مفت خورد. خاکتون سر کرد. بیدار شو تن لعنه. شیوا صداتو نمیشنوه. بسم الله بسم الله. لااقل از ترسم شده یک بار اسم خدا رو به زبون آورد. شیوا 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 کجا رفتی شیوا؟ چرا داد جنگل را میدادی؟ شیوا درو با کن. چرا داد میزنی؟ چرا حرف حالیت نمیشه؟ گفتم کسی صدا تو نمیشنه و حالیت نیست؟ چرا؟ برای که تو خوابی. آیه خوابم؟ تو خواب من چی کار داری؟ روحی؟ جنی؟ چی هستی؟ بگو دیگه. ای توف به غیرتت بیاد نامرد، تو قیافه داداشتم تخصیص نمیدی؟ داداشم؟ ببینم. توی رحمت؟ آها خودمم. بله داداشتم نامرد. خجالت نمیکشی؟ اقلا یه خورده به فکر قبر و قیامت خودت باش. برو بابا تو خودت به فکر قبر و قیامتت باش. منو که تو قبر تو نمیذارن که. میذارن؟ نمیذارن. تو از قبرستون دپورت شد چون دل این دختر بدبخت همراهت بود. تو قولی داده بودی که عمل نکردی، برگشتی، ولی بادم به فکر کلک و حقی. یه بار جسی رجبک، دو بار جسی رجبک، این دفعه تو دستی ملخک. این شد. از بچگی هم عادت داشتی، وقتی که میترسیدی صدای سگ و گربه در میوردی، میو میو او او. ولی حالا آدمی دیگه مگه نه؟ پس گوش کن چی بهت میگم. حیف این همه زعفرانی که ما خرجه این کردم. آن چیه؟ ناخوشی، درد بیدرمان، من اونی جر میده یا دنس میکنه. استغفر الله. بابا شیوا کجایی؟ آقا بلند شده. آقا بای بیا بشین. مگه نشستم؟ بیا بشین، کارت دارم. مگه تو نمیگی دکتر گفته من وصیت کنم؟ خیلی خوب بیا بشین اونجا، من وصیت میکنم، من میگم تو بنویس. بیا بشین اونجا. بفرما. بیا بفرما. بیا بشین. خاچی شوخه کردم ها، ماشالله خوبه. آره دخترم خوبم، ولی انگار وقت رفتنه. آب و سلامتی. کجا ایشالله؟ سر قبل بابا. کجا میخوام برم؟ میخوام برم اون دنیا. بخیر و خوشی دیگه آقا جان، با سلامتی. ببین دخترم، من غیر از تو این دنیا به هیچ کس اعتماد ندارم. من به تو قول داده بودم این خونه رو به نام تو کنم،
سخت خیلی. هفته داده چقدر نمقدر روی شانه ها گذاشتن از این خانه با آن خانه. هر شیش با هر شیش با هر شیش با ای بابا هفته چه خبر آخه؟ چه میدنم قسم بتر کنم. من این خونه رو با تمام وسایلش میدم به تو، ولی یه شرط داره. فلمول نقیه من آسپاس دارم. نه من چیزی از تو نمیخوام دخترم. فقط باید بگردی دو نفر رو برای من پیدا کنی. دو تا برادرزاده دارم، تو باید بگردی این دوتا رو برای من پیدا کنی. دوتا؟ دوتا. 48 ساعت وقت داری. سخت همه ها پیدا بکنم. دخترم این دو تا نادون رو برای من پیدا کن، ولی بهشون نگو چقدر ثروت دارن. حالا چقدی دارن؟ به تو مربوط نیست. 2 میلیارد. همش؟ اون دو تا علامت خاصی دارن، هر وقت تعجب میکنن چشمشون چپ میشه. پاک چپ؟ به این حرفم نیا. چشم بفرما. چی رو بفرما؟ تا جایی که من پیگیرشون بودم برادر کوچیکه عاشق آواز بود، برادر بزرگه تو یه قهوه خونه آشپزی میکرد. بگیر آقا جان بگیر. نمیخوای با نمازنه پچه رو بهانه میاری؟ آقا من چطور پیدا بکنم توی تهران دارنده جدا چپان در چپه؟ پس فکر میکنی من اون آدرس رو علکی بهت دادم؟ اگر اونجا نبودن من چه خاکی تو سرم بریزم. مگر نمیگی که چند سال ازشون خبر نداری؟ ها؟ از کی؟ از چی؟ ساکت، چلا تو حرف میزنی؟ وای اونا اینقدر قیافشون تابلوست که تو یه شبه میتونی ردشون رو بگیری. خودم یه بار این انگرالاسفات رو توی یه تالار عروسی دیدم که داشت قارقار میکرد. من بهش نگفتم که عموشم، ولی خب راستشو بخوای همیشه چشمم دنبالشون بود، خیلی دوستش داشتم. چی بگم؟ ولی این پول نامروت نمیذاشت که برم خودم رو معرفی کنم. خیلی سخته، خیلی سخته. اما با زحمتش میارزه. من چشم برایت اما بری پیداشون بکنی یا من نمیمیرم تا تو بیار. من دست کم گرفتی پیر مرد. به من میگن شیوا، شیوا هاشپل. درست بابا، نه ماموریت دارم. بس ببخشی آبجی ها، امروز آخر هفتن، مسافرم کمه. واسه بردن یه مسافر یه دوتا کشته و زخمی بروزه. کشته چی آقا جان؟ کشته مگر شهر هرته. وقتی من بردم شما را دادم دست ماموران محترم کلانتری، بعدا میفهمی دنیا دست کیه. کلانتری؟ من برای شما برنامه ها دارم، اما بعدا میشم. جایی میری برسونم ادب چی؟ برو آقا جان برو وصله ندارم. آقا کیه سوار شو بابا من حیبتم. او کسونی؟ ای ماشالله ماشالله. بینم بذار سرت چیزیت نشه. آها بوده ببینم. بازم برو ببینم کارم جان. آها ای باشا شغل چی؟ مخلصه نچکشه، یعنی اونایی که یه جورایی از فرط را رفتن تو ترافیک این شهر لندهور عینهور از شدن میرسونه مقصد کریه میگیره. البته فقط از جمعیت نسبان و البته تازه اومدی که شمالی. آخه
میرزایی هم میرزا کوچیکان جنگلی. این هم همه آدرسی که میخواستی. میگم این تالار که تعطیله، مطمئنی همینجا؟ آدرس که همینه. نه بده ببینم. ای روزگار لا مروت، شوهره به امید کار اومده تهرون و شلوارش دوتا شده و همون قصه تکراری همیشگی. آره ای خانم جان خیلی ساده ای. خیلی خوب بابا، خیلی خوب گرفتم. من خودم میرم برای سرتای قصه رو هم میارم. ای باریکلا بودو هم بودو. طرف از اینجا رفته یه تالار دیگه، اما شب میتونی بیابیش. باش تا بیام. شما که هنوز ایستادید؟ بله بله. بفرمایید بشین. بفرمایید. چی میشی؟ خیلی خوش اومد. بفرمایید شما چند نفرید؟ من در خدمتم. کی؟ من؟ راستی؟ آقا دومات کجا؟ نیومدن خودشون؟ نه آقا اشتباه. درست میفرمایید. دومادم دومادای قدیم. خودشون میومدن، قرارداد تالار رو خودشون تنظیم میکردن، خودشون امضا میکردن. خونه میخواستن خودشون میرفتن میگرفتن، بالاخره همه کارا رو خودشون انجام میدن. امان از این جوانای امروزی. چی میشه کرد؟ بفرمایید درازو. آقا جان من اصلا نمیخوام شوهر بکنم که. شما رو میخوام به زور شوهرتون بدن. عجب آدمایی پیدا میشن. شما نمیذارین اصلا کلام منعقد بشه. بفرمایید منعقد کنید. ببینم به سلامتی شما شمالی هستین؟ خیر. شما از کجا فهمیدین؟ من لهجه خاصی ندارم که. لحجه که درست میفرمایید، ولی خب بفهمی نفهمی اون آخرها یه چی قربان داره. حالا در گذشته این آقا ناصر رجب‌زاده اینجا کار میکنن، من خواهم ببینمشون. آقا ناصر؟ بله. چی کارش داریم؟ ریا نباشه، ریا نباشه یک امر خدا پسندان است. خب سرکار خانم این از اول میفرمودید، پس فرمودید که شما هنوز ازدواج نکردید نه؟ خب نه، یعنی قسمت نبوده. انشالله که قسمت همین دور و براست. شما یه خورده چش بگردون قسمت هم پیداش میشه. بالاخره این آقا ناصر هستن یا نیستن؟ ناصر خان؟ بله. این کلاغه رو میبینی داره قارقار میکنه؟ همین ناصر خانه. ولی شما باید صبر کنی تا مجلس عروسیش تموم بشه، بعدم بتونی ببینیش. اشکال نهاره که. سیایی بلایی سیا سفته آخه به این سفیدی سیاه خودتی کچل کافتر باز مردم چه رو دارن؟ آقا من باید کافتر باز عروسی بکنم؟ چرا اینقدر رزی چشم من نمیبینه اصلا که نمیرم چی کدوم ازد؟ بس من درش میشه این آقا ناصر ملقب به کلاق؟ پس چرا این بیست صاحب نمیشه؟ پس الان این کافتر باز بیان منو گروگان میگیره؟ چرا نمیچرخه؟ بکنه آجام بکنه اینا میاد نظر جزم خونه ماتم بشه میخرم اون ناز تو قلب عوض باز تو بیا بس
صاف خوش به خوش گلو بگیفته. حمزه حمزه بلند شو، بلند شو، دور بذار آماده باش که الان تقیبه گریز آغاز میشه. سکانس حساس فیلمه، اهم بودو. آقا رو باید باری که الله گفت به خواننده های وطنی و غیر وطنی که صداشون ساختن برای جنابالی. خیلی خب با به جای گیر دادن به قارقار ما بهتره فکر یه مؤسسه ترمیمون باشی که اکیه میبینن بقیل در نره. ما یه رو اکن بریم باز که تیکه اومدی. ببین اینقدر مایه مایه نکن، مایه تو کشوست. بیا رسیدش هم امضا کن، اینم خودکار. آدم که شست هم بس قرار 600 منو بذارم واسه یه نامزدی بود دیگه. قرمینم نگرده چطور؟ یه وقتی نامزدی به هم خور واسه ما فرق نمیکنه چه نامزدی باشه، عروسی، بله برون یا خط نسرون، ما حقمونو میگیریم. ببین ناصر خان، اگر قرار باشه حق خوانندگی داده شه خودت بهتر از من میدونی، باید بفرستم واسه اون ورا آبیا، نه که بدم به جناب عالی. اینم که میگیری بابت بدهیه، در ضمن اون خودکارم بده به من، تو جیبت نذار. همون دیگه بلیتت بردی که فقط صفتای ما پیشت گیره. اینقدر قر نه یا قناری، تو چه بخوای چه نخوای من و تو باید با هم کار کنیم، حواست باشه. آن راستی امشب حواست بیشتر به خودت باشه. واسه چی؟ طرف یه دختره رو فرستاده بود سراغت. دروغ میگی جون تو. ببینم تو شمال فامیلی کسه کاری داری؟ نفست از جای گرم بلند میشه. ما بچه سرای فامیلش کجا بودم؟ تو شمال. در هر صورت دختره شمالی بود. حالا کجا فامیلی شمالی بود؟ از کجا؟ بعد جوری لهجه داشت. حسودم نشبه تو چه پاکی یا یه دل عاشق نداره نداره میشه جز جا بذاره چه باقم نکنانش. بپوشم بپوشم خودت تو داری یاد بشوزم بک میکنم بودو خانم جان، بودو تعقیب کن، بودو. شوهرته؟ بله بله. شلوارش دوتا شده ها؟ وای. پس طرف کی میتونه باشه که اینطوری میری دنبالش؟ نکنه خدای نکرده. ده برو ده خانم محترم، الان گمش میکنی، من نمیتونم ماموریتمو انجام بدم. من برای این برنامه ها دارم. آقا بودو. خب نه از اول میگفتی جناب سرمان. ای آخر گاز بودی یواش. باید یواش شوخی کردم، قرار شد یواش مقرد ندارم ها. حالا گمه کردی کردی یک نداره یواش تر. خب با ول من کن بابا هوشن، تو هم با این موتور کلنگت پدر ما در آوردی. اصلا می‌خواستیم سو استارت بزنیم روشن شه پدر پامون ماهی همین ماهی چامون گره. آره بابا گذاشتمش پارکینگ آشتاده زد زیاد. به 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 سلام سلام عزیزم سلام سلام شب پسر. تا این موقع شب شما چی کار میکنین؟ موقع هم ساعت چنده؟ تا این موقع شب چی کار میکنین اینجا؟ یواش آخر ترمز بکنی. بفهمون جانم سلام، اینم محل جو بذار ببینیم چیکار دارم میکنم. بودش حالشه بر تو چی خانم فشور دستمت چه خبر؟ 20 ایوار باریکلا ماشالله ایوار واقعا که میگم این بچه ها شیرینی زندگی هم. ای خدا چه میشه ما هم سر سامون بگیریم بالاخره. همسایه ولا بچه همسایه ولا هرگز نکنم. وح 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 چطور آقا جامعه خوی شب بسر منتظرتون بمونم برمیگردیم. بمانی میخوام هفتاد سال سیاتون نمانی. تمام دل روده من آبادی تو دهن من. کی بود تو تصدیق داد؟ بیا وایسا بیا وایسا شیرین تو بگی با بگی یه دهن بخون بارو بیم صفا کنیم نیا. خدایا خدا شکرت.
نامه دارم برات. چه مرد نازنینی دقت کن. اونا باید دست به خیر باشن، چون باباشون تو خواب به من گفت اگه یه وقت خواستی حق بچه های منو بدی، اول امتحانشون کن ببین دست به خیر هستن، مردمدار هستن. نکنه یه دفعه گول پول بخورن و یادشون بره اصلا اینا کی بودن. بابا این خیلی مرده بابا جان، از شنبه گرفته تا یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه تا جمعه را نمیده. سهم الارث باید به این برسه. آمدم. بله. سلام ماشی جان. زری خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ ماشی جان خیلی ببخشید، منزل آقا ناصر ملاقات به ناصر کلاغ هم اینجاست. ناصر کلاغ؟ ناصر شما؟ ناصر من؟ کجا رفتی که ماشی جان؟ ماما این خروع بی بی زن را کش. درد بی درمان بی تربیت. زهره را کشتی اومدین دنبال رضایت، هیچ کس رضایت نمیده بهت، برو گم شو. بابا جان چرا قضیه را جنایی میکنیم؟ با پای خودم اومدم قتلگاه، اینجا چه خراب شده ای بود؟ اون خود زهریه، یعنی شما نفهمیدی؟ آقا اسمار کجا این زهریه؟ زهره مثل بشته بود، مگه خول شدیم؟ مگه دیوانه شدیم؟ اون وقتا حرفش بود که ساکشن کنه. من؟ آقا اسمایل عوض دانشمند ساکشن نمنده و بشکک منده. خبزایه شدگی چلاش قریب کشونه؟ ده دقیقه هم آدم راحت نمیذارین؟ ناصر جان دست باده جمع کن، امروز هم خیلی قمپوز داره در میکنی، باید بری، شب هم که دیر میای خونه. آقا جون من اصلا مطرب تو این خونه نمیخوام، میخوام خونه رو بکوبم. ایوان ایوان خواهی بکوبی خب میا این هم داشته باش، این هم داشته باش، میکوبی یه در از توبه باش گرد خواهد تو چشت نره. آقا ما هم شریف بشم بیدیم بابا چیخ شله کوبیدش باش ما برگش ماما. آره ما تو هم بسته نقیم رو میپوشیم. این دعوه چی ها اوخور مامان جان دستت به صبر. اوخور مامان جان حالت خوب باشه. بابا بخور دیگه، حال انگار حالش خوب شده. خدا رو 800 مرتبه شکر. یه وقت گفتیم طورش بشه کلی پیاده شدیم ها. ببین اسماعیل کله بس تا این دید قش کرد افتاد زمین. دروغ میگه. اون واسه چی؟ هر زنه را میبینه فکر میکنه زهره خانم اومده. هر سکینه بیدندون را میبینه فکر میکنه زهره خانم برگشت اومده. دست شما درد نکنه خانم جان، حالا ما شدیم سکینه بیدندون با این همه دندون. بهتر شدین؟ طوریم جنسش که آقا جان این هر دقیقه اصلا 20 سا بار حل میگیره میرسه تو حلقه من، پاک منه کد مرز غندی. آب غنده اقدس به مرده بدین زنده میشه. تو که شکر خدا زنده ای عروس گلم، عروس غندم. خانم جان دست شما درد نکنه، این لباس های منم از سر بند برده. چش هنوز نیومده دست رو میده، نه چش زدم نه چونه عروس اومد. این اقدس خانم عادتشه به همه میگه عروس گلم عروس قندم. مادرتونن؟ نه خیر. خالتونن؟ نه خیر. امه؟ نه خیر. اوه دایزن؟ نه خیر. خب یه ذره اون اولشو بی صاحب بگو من بگم تا آخرش دیگه. اولو بگو. اولشو؟ اولش جس. جی؟ جی نداریم. یعنی جای ننمونه. جای ننمونه ما رو بزرگ کرده، سر و سامون داده. آره. سال دیگه نری؟ چرا ناراحت میشی این آخر؟ بالاخره من باید بفهمم عروس قندی کی میخوام باشم. بچه گلو چی چی الان؟ یعنی نشکنه تو گلود. اصلا ببینم شما اصلا نگفتی کی هستی، چی هستی، چی کار هستی، از کجا اومدی، اهل کجایی؟ چی آقا جان این همه میبافی واسه خودت؟ یه کلام بگو من خودم برای شما معرفه بکنم. همین خدا پدرتو بیامرزه. مجونه اولش شروع کن دیگه.
اهل گیلانم، خرد و هوشی دارم، سر سوزن زوغی، شیوا هستم، شیوا هشبر. ایول خانم سپهری. هشتاپر آقا جان، سپهری رو از کجا آوردی؟ دل نمیدیه؟ خیلی خب، الان فرق نمیکنه. ما چی کار میتونیم براتون انجام بدیم؟ والا من یه چیزی رو آوردم نشان بدم که ممکنه فقط هضمش سنگین باشه، اینجای شما بمانه. یعنی چی؟ گوش بده ببین چی میگی؟ والا همین چند روز پیش روم به دیوار، آقامون زردالو خریده بود، هضمش سخت بود، این وروجک تا صبح تو دستشویی خوابیده بود. جربه نشاخ، دور گبیه نه. جربه دور گبیه نه. جربه. خیلی خوب، پس حالا که راحته من یه چیزی را به شما خصوصی نشان بدم. ببخشید. خانم جا رشکر برو چی کار کردی؟ من ایسا خصوصی نشان دادم، چیزی نشان دادم. من چشاش چپ شده، چی نشان دادیم بهش؟ چشاش این طور چپ شده، چیزی نشان دادم خانم جان، حجی کاری داره بیاری، یه چیز خصوصی نشان دادم من، اینو نشان دادم اینو. اون دیگه چیه واسه در آورد این چشاش پیم پام باز میکنه؟ پیپوی چیه؟ پیپوی چی؟ خود خودش همونه که من میخواستم. وای خدا جان، نامه رسان نامه من دیر شد. کودک دل بند فلک پیر شد. نامه رسان نامه من سیر شد. بخشید آبا جی، شما شمالی ها بسید که همه جمله هاتون با سیر ختم میشه. جمله من شعر عزیزم، عزیز خواستم بگم نامه من دیر شد. آره اشکال نره، گفتم همه بخوابن که این وقت کسی نشنه ما چی میگیم. آره خلاصه به قول قدیمی ها بچه های تیرون میگفتن دیوار موش داره، موش هم گوش داره، گوش هم سوراخ گوش داره. آره خلاصه ادامه های زیادی داشت. حتی گفتم بخوابن نشنه من، ما خودمون دوتا مثل دوتا چی؟ قناری؟ قناری اش؟ نه هیچ ربطی به ایوونا نداره، صحبت خودمونه. گفتم مثل دوتا آدم حسابی، مثل دوتا مرد. نه مرد که نمیشه، همون مثل دوتا آدم حسابی. خوشگی شانس، شانس نداریم ما، شانس. بله هیچی آقا جان، در گذشته. حالا شما میخوای با این پول چی بکنی؟ با این پول؟ انقدر فکر را داریم با این پول، مایش باشه همه چیز هست. یعنی تو این فکرم بود که اصلا این خونه رو بکوبیم، این خونه رو بکوبیم، با خاک یک سونش کنیم، چهار تا تیراهن بکوبیم توش، یه سقفم بدنیم روش، یه مشهدم هم بریزیم توش، زندگی کنن توش راحت. یه سینتیسایزر بخریم، یه سینتیسایزر صدا رو اصلا باز میکنه. مثلا میگم اشتر وسط مخواه میگه هر که یادش بره که وعده با من داره، وای وای وای. اشتباه میکنی شما، هر که یادش بره نه، هر که یادش بره که وعده با من داره، وای 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 وای. آرامتر هم زیابی دار شده. آره شما هم یه پاس سینتیسایزری. آخه کار سینتیسایزر همینه دیگه، غلط غلوتای آدم ها رفع و رجوع میکنه. به قوله این خارجی هم دیدی میرن اونور، همه این شرار رو برمیدارن، یه چیزایی همینجه شخ میزنن میره با سینتیسایزر توی این خارج. مثلا اونور آبی ها میخونن چیز میگه دختر کول، ای نازنین دختر، ای نازنین دختر. نه 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 ما غیر وطنی گوش نمی کنیم آقا جان، شما هم بهتره که وطنی بخونی. هیچ جا خاک پاک وطن نمیشه. وطنی که تا دلت بخواد راست کارمونه. شما فعلا اول مایه رو لطف بفرمایید، اونش هم با ما. اصلا شما پولو بده، ما میریم کلاس آواز سلفوژ. میخوام بگم اما نمیشه. چرا؟ چون شما یه برادر دیگه هم داری. آخه دروغ میگی. حکایتش طولانیه، اونم مثل شما صاحب میبره کاملا برابر. بشتر این شانس که نمک نداره، یعنی 500 تومن شد 250 تومن. نه بله بله دی. حالا نمیشه پیداش نشه؟ خجالت بکش، خجالت نکش.
باشد از تو که بر ما جفا نبرد. بسه بابا جون دیگه اه. خب یه چیز بخون دل همه باز شه، همه سر ذوق میان، دلمون گره بینقدر ها ها های یا ها های خوندی. نازی خان آواز ما همینه، اگه نمیخوای نمیخونیم. همون آهنگ چیزه رو بخون. چی بود؟ بگو. بس که آزردی ما رو. چش آقا نتی رو چشم. یه روز در معذر عدل الهی به حسابت میشه که روسیایی. بس که تو آزردی مرا هرگز نمیبخشم تو را. بس که تو آزردی مرا هرگز نمیبخشم تو را. اگر تا سدم باشم میبخشم. نوش جونتون، خوشمزه بود. حالا چی میل کردین؟ مسیر تویی؟ گیریم که من باشم، فرمایش. من با شما کار دارم، یک کب خصوصی. خواهر من خصوصی که نمیشه. خب حالا چی کار داشتیم؟ من مأموریت دارم که برای شما برنامه داشته باشم، منتها بعدن میگم. مأموریت؟ خدا لعنتت کنه، این هم اکنه اشناس نامرد. آخرش ما رو دادی دست پلیس. آبا جان نترس، من پلیس نیستم کی. من باور بفرمایید خواهر من، یعنی باور بفرمایید جناب سروان، اینجا رو همین یه ذره جا رو من با کلی بدبختی و قرضه‌قوله دارم میگردونم. همش هم ضرره. اون وقت کلی هم از من مالیات میگیرن. باور بفرمایید خرجمون نمیگرده. یعنی خرجی در نمیاد. بعض موقع زیرمیزی رومیزی کار رو ردیف میکنه. خیلی ناقابله. اون چی؟ خیلی ناقابله، شرمنده. میگم چی هست؟ میدونم کمه، خرجی زیاده، دستمه، ولی حداقل میشه باشه دو تا از این عروسک مروسکای سنجاق تاگردی پول اونا میشه. خجالت بکش آقا جان، بردر بردر رشوه در حین ماموریت. من شرمندم جناب سروان. پس اجازه بفرمایید من همسرم سارا بیاد اینجا پشت دخت بشینه، اون وقت شما هر جا خواستید منو ببرید، من تسلیمم. من آمدم با شما بگم شما صاحب 250 میلیون تومان پول نقد شدی، خود خودی شما. ۲۵۰ میلیون؟ خدایا شکری آقا، با اجازه همه. با سلامت، با سلامت. چه شبه ببینم؟ شب شد یا نه؟ خب در شرف میشه، ایشالله که میشه. توجه توجه، اینجا در تصرف هشپره. معنی و مفهوم اینه که آقا جان گرتی بازی تمام شد، برید خانه. اهم بلشو ۲۵۰ میلیون. باور بفرمایید خانوم، شما فرشته نجات ما شدی. این قهوه خونه و حاشیهش، یعنی آشپز خونهش و انباری و خلاصه این آشپز ماشپز و عواملش، همه قرض و قلعی هست. راست میگه خانم جان. خدا بیامرزه آقامو.
منظورم معشر احمده. خدا رحمت بکنه. همونی که ما رو بزرگ کرد. باور بفرمایید آشپزی تو خونش بود. اما من که میخواستم آشپز بشم. واسه همین این قهوه خونه رو اجاره کردم. آبجی باور بفرمایید خرجمون در نمیاد. در نمیاد؟ چرا؟ چرا؟ خب مردم هم دیگه. مردم عادت کردن برن جایی که شیک و پیک و زرق و برق داره و نمیدونم جینگلی بینگلیه، خواننده داره، گروه ارکستر سمفونی که از این چیزا داره. ما هم که کلی تلاش کردیم یارو خواننده رو بیاریم، نیومد. خیلی کارش درسته. باور بفرمایید وقتی میخونه مردم رو به پیچ و تاب میاره. لا 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 دلم بیقرار عشق بودا لا لا لا. تو این مایه ها که خواننده نیستیم آبجی. راستی بابا هنرمنده چی آخه اینجا؟ اگه بیاد قهوه خونه هرچی جشن میگیرم، جشن عروسی، تولد، بله برون، منتها نمیاد، بیمعرفت نمیاد. میاد. نمیاد. میاد. نمیاد خواهر من، نمیاد. میگم میاد تو چشم دیگه آقا جان. وقتی خانم میگه میاد یعنی میاد دیگه. چقدر کل کل میکنی تو با مردم؟ خیلی لجبازیه، خیلی عیب آقا. واقعه چطوری آبجی؟ تو باید این نامه را امضا بکنی، من بفهمم ارسا در راه درستش مصرف میکنی تا بهت بگم میاد یا نمیاد. بگیر. آها بگیر. این که اسم منه، این یکی کیه دیگه؟ پا داداش. داداش؟ تو گفته بودم داداش داریم بگر. یعنی برادرم. یعنی که 250 تقسیم بر 2. اینا ببینم داداش ما رو دیدی؟ آو پا چی؟ چه جوانی، چه جوانی. حدا شما هم میبینید. آو علال زده بوده. زگ زگ صبح خوبینم چی میگه. الو؟ بله بله ما سر قراریم. شما؟ خب 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 باش باش مرسی آقا نصیر. خب حاضری که آقا؟ بله. ببینم داشم کجاست؟ باش اتونه به داقا نصیر. من از سرزم رو من دیگم منو گریه میگیره بابا. خب خواهر من چی کار کنم؟ صحنه خیلی تراژیدی که بری پایین بری پایین بس بکنی گرگره که بابا. یا کو کجا هست؟ او 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 خیلی خبر بله من کن منم تو هم بار سالالت پدر بار ندارم. داداش اخبی برادر ناصر بروده ناصر 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 که بابا بله من کامن را آبتینم. ای اون نه اون بغلی بغلی خواه باشه بابا ناصر باشه. داداش تو ببینم ناصر تو بچه قرتی تو داشته منه او آره بیره ما دست آمد کن دفع آخر باشه دست آمد بسته منه ما باشه منم منم باشه منم باشه منم باشه منم باشه منم باشه منم بابا بسته دیگه سر دفعه پیگون پسکون دادم که اخوی باش بیا این قهوه خونه داشه آواز بخون. نایمم گفتم بیا بیا یه دوست دارم گیری داشه. اه 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 میشه پرسم چرا خالی مندی؟ خالی میبندم. چند دفعه آدم فرستادم دنبالت، چند دفعه خودم اومدم دنبالت. چند بار گفت چند بار؟ با این دفعه میشه 12 بار. آو 12 بار گفت میرفتی دیگه بابا جان دیگه بابا. خالی میبندم ها. عجبا چه روی داره. ما فقط 2 ساعت هم دیگر رو میشناسیم و تو قبلا به من گفتی که بیا تو قهوه خونه کار کن دارش جونم. بابا 2 ساعت دیگه آشتی کردید دیگه. خون خونا میکشه نشیب خانومه. والا چه عرض کنم اما شما هم باید برای آینده خودت برنامه میداشتی دیگه آقا نصیر دیگه. آخه قربون آدم چیز فهم
تو نه حسابت حسابه، نه قهوه خونت قهوه خونه است. خب چی کار کنم؟ اون قهوه خونه رو با هزار قرض و قله اجاره کردم. اجاره؟ و چرا من فکر میکردم مال خودت اقناسی؟ ای خانوم، من اگه مال و منال داشتم که اینجا نبودم. من بدبخت فرزند خونده یه آشپز بودم که از تمام غذاهای دنیا فقط یه غذا رو بلد، اونم دیزی بود. بچه ها توی مدرسه به میگفتن نصیر دست دیزی. دست دیزی؟ آره، لقبمون شده بود نصیر دست دیزی. چشم هم گذاشتم دیدم زن دارم، بابا هم که همراه صاحب قهوه خونه بند خدا پیش ببینم لایم ببینم لایم طلاه های سارا رو فروختم که قرض و پوله های قهوه خونه رو ببینم. آی طلاه بیست سابا چرا فروختی آقا؟ حیف نبود؟ چی بگم خواهم، گفتم میشه قاطق نونم، شد قاتل جونم. خب خب حسن خود درست میشه، خدا خدا رو داریم درست میشه، خدا از زبونت بشنفه خواهم. آدم یه عمو داشته باشه به این گردن کلفتی، اون وقت بره بدبختی بکشه. آخ عمو، آخ عمو، اگه دستم بهت نرسه. باز تو که بچه قهوه چی شدی؟ من چی بگم؟ افتادم گیر نن اقدس. اقدس آب قندی برو. آی امان از اون آب قند. صبح تا شب سر این چهارا میرقصیدیم و میخوندیم تا مردم یه چندل گاز به اون پول بدن. یه روز به خدا اومدم دیدم همش دارم میخونم، بعد گفتم ما که داریم میخونیم چرا نریم توی تالاری جای درست درمونی بخونیم؟ از شانس بعدم از اون روزی که تصمیم گرفتیم بریم توی تالار بخونیم زد و ننه اقدس حالش بد شد و مریض شد. بعدم برای پول دوا درمونش مجبور شدیم از اون کفدار کچل پول قرض بگیریم که اون نامردم انقدر از ما سفته گرفت، انقدر از ما سفته گرفت که اگر تا آخر عمر هنریم هم هر چی کار کنم بدم به این نمیتونم سفته هم پس بگیرم. کچل کفدار باز ببینم تو مگه بلدی بخونی؟ آره بابا ناصر کلام معروفه، اما تو که فقط لب میزنی. لب میزنی؟ عجب برادری هستی، هزار تا دشمن بدتری. بابا میخانه، بابا من شنیدم میخانه. آره واقعا بچه هنرمندی. خیلی ماشالله ماشالله برای خودش هنرمندیه ناظر کلام. آفرین. یارم تو یارم باشی کنارم باشی بی خیالم نشی. گوش داری نسی؟ آره عزیز، میدونی اگه از همون اول میدونستم داشمی نمیذاشتم این همه سفته بدی، پول همه سفتهات خودم میدادم، بعدش میومدی تالار من میخوندی و به 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 چی میشون. مگه تو تالارم داری؟ خب پولر که گرفتم میخرم، اما من میخوام برم اون برا. ده ابله، اگه بری که دیگه نمیتونی برگردی. بگم بیا ای توف بروس نامه پنن اقبست چی؟ همسایهات؟ آره من بهشون قول داده بودم که وقتی پول گرفتم یه خونه براشون بسازم، یا نه همین خونه رو بکوبم با خاک یک سونش کنم. چهار تا تیراهنی چیزی آدم میکوبه تو این زمین صاف مرده، یه سخت بر میزنه روش این بقیر میده توش زندگونی کن با خاک زندگونی کن. ناصر خان کجا رفتی؟ زندگی هم میخوای این؟ پسر ماشینم مثل این بیرم بشنه سیر به نظرت اینا مزنه اینا تو چه مایه هایی هست؟ فکر کنم یه صد تومنی باشه. دروغ نه صد تومن؟ یعنی صد تومن؟ آه صد میلیون نقطه هاشو نهید صد میلیون خب خیال نیم صد میلیون هم که باشه ما یه سینتیسایزر داریم دو میلیون، اینجا هم میشه صد میلیون، رو هم میکنه سر دو میلیون، اونجا میمونه با یه چیزی هم تش میمونه دیگه. مگه تو هم میخوای بخری؟ تو میری اگه از اینا سوارش نمیاد دیگه هیچ کسی بعد نگاهت نمیکنه. گل گفتی پسر، تو این دور زمونه پول آبرو میاره. فکرشو بکن یه ماشین بخرم بندازم جلو تالار، خودم هم برم کنار ماشین وایسم، اون وقت همه منو میبینن میگن
به 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 حاج نسیم، این ماشین خیلی کنارت یه قرارداد درست دار می‌نویسم دیگه هیچ کس نمیگه صدات مثل کلاغه دیگه، اون موقع صدات میشه اینه خونه کشتی تایتانی. پول عروسیو میکنم دو برابر، نه 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 سه برابر. اون وقت ماشینو میدم به این عروس دمادای با کلاس گل بزن، جایی 500,000 تومنم ازشون میدم. دروغ 500,000؟ آره 500,000 تومن. ایوه 500,000 ماید. منم ماشینه رو پارک میکنم دمه همون در، بالاخره یه ساله پولش در میاد دیگه. خب خیالی نی، اما باز درصد بدیم. درصد دیگه چه دار، ما با هم داشتیم دیگه، ما قریبه کنیسیم داشتیم. نه قربونه، ببین من به بابام باج نمیدم، تو میخوای ماشین تو بذار جلو تالار من کاسبی کنی، خب باید درصد چه بدی قربونه. خیلی آیتی، من احمقا بگو میخواستم بیام تو تالارت بخونم. جون من راست میگی؟ دروغم چیه؟ البته فکر کنم که آره آره، یه ذره که فکر کنم اینم جلو تالار قشنگ جای دو تا ماشین هست. من نه خودتی خوب دو تا داداش با هم خلوت کردیم برای هم نوشابه باز میکنی. نه بابا جان میخوردی سر شد از دهن افتاد. خوردی؟ شما بفرمایید. میگم راستی به نظر شما این ماشین مزندش چنین؟ چی؟ کدام؟ چی میدونم بابا جان؟ آدمی که خر نداره از که او بگه اونجا خبر داره؟ اما ماشینیه برای یعنی به ما نمیان؟ خدایی للهی نه، اما اگر میخوای با همچین چیزی برسی تا خانه را جبر دندان رو جگر بذار، بازم من همین بیستابه چیزی بخورم عقل من کار بکنم. آقا خوردین شما؟ میگم چی میشد اگه این 500 تومن نصیب یه نفر؟ یکم سر دل شما سنگینی میکرد، الان هم معلوم نیست صحیح به شما برسه. اول باید ببینیم که با مال و ملال هم دیگه نظر نداریم، سر هم دیگه رو زیر خاک نمیخوایم بکنیم، بعدا درزم باید این نامه را امضا بکنیم. بگی بخون ببینم. زمان نداریم اگر بخونده نوشته که ما این مال خودم که؟ یعنی دریافت کرده؟ ما که نگرفتیم. شرطش همینه آقا جان. ببینم فکر کردی ما خریم ها؟ امضا بدیم بعد بداریم دنبال پولمون ها؟ دقیقا راهش همینه. اون وقت از کجا معلوم تو سر ما رو شیره نمالی؟ ایوه شیره؟ بگیر آقا جان، من خودم کلی مال و ملال به نام من هست. مثلا؟ مثلا 500 چیه؟ 1000 متر زمین درندش در گیلان زمین، ویلا رجبک خودش به من قول داده. چی خیال میکنی؟ 1000 متر؟ چی خیال کردی آقا جان؟ با من میگن شیوه هاش بر بخور آقا جان بخور. من تا این دست بالا خودم بشورم یکی از این آقایون میلیونر حساب رو بیا تو حساب بیا دست بیا داشتی من کار کار خواهد بود. مثلا تو صاحب تالاری من حساب کنم. کوالا تا تالار داداشی من میلیونر زاغنشینم. اقضا این دختره از اون بچه پول داراست، خیلی حال میده یه جورایی پولاش رو برای خودم بگیر. زشته داره نگاهمون. 60,000 تومن کوف بخورین هنگ بخورین. بده من بابا نمیخواد خودم حساب کنم. تا دید دختر وضعش خوبه میخوای خودت تو دلش جا کنی؟ نه جون تو، من یه برادر زن دارم واسه اون خواستم. بی خود بزنیم زنم. خواهش کنم. دست شما درد خیلی آب گوشت خونک و مشتی بود. آه مطمئنی فقط پول میز ما را حساب کردی یا پول تخت عمر را حساب کردی؟ 60,000 تومن دیگه قیمت مونده. نه خیلی شهریه جاده. قابل هم نداره. من نوکرش رو داشت. مرسی.
چه گرفتی خوابیدی؟ آقا مبارک باشه با تو جا کردی حسابی تو دلش. پاشا چه تمرد نگو پاشا باید رو بیفتیم پاشا بینیم آقا رفت دستشویی. اگه خیلی نگران ایال آیندتی برو دنبالش. یک هیچ به نفع حاجت داشت میرفت دبلیو یه جوری نگاه میکرد عاشقونه. برو بابا به همین خیال با. آخی من عاشق این کوه دماوندم. دروغ میگی؟ نه به خدا راست میگم. چه تفاهمه منم عاشقشم دیوونه وار میخوام. آی آقا نسی میچند از دستا بگو من این سیر نگاه بکنم دستت درد کنم. بله البته هرچی که شما بخوام. ای کوه بلند ای دم آورد چشم ببخشید من میتونم با شما یه رازی رو در میان بذارم؟ من آماده ام. والا از شما چه پهنم؟ یعنی میدونین؟ الان که چیزی نمیدونم ولی خب یه حدسه میزنم. حدس میزنی؟ چه حدسی؟ آقا ناصر یه چیزایی تو دل آدم هست که فقط توی چشم خانده میشه. از طریق یعنی شما از تو چشای من خونده؟ چیه خندم آقا جمعه که چشمم باسته است که باز بکنم بعدن دیگه. خب باز کن چشاتو. چش وای آقا ناصر من از همون موقعی که شما را دیدم از همون نگاه اول فهمیدم. شما چقدر دختر باهوشی هستی. یعنی شما یعنی شما فهمید چقدر که تعجب میکنی ها؟ منم تعجب میکنم آقا چجوری تو این شرایط و این کوه که من بفهمم که یعنی شما بخوایی به من بگید که بگم که از کوه میترسم. شما کجا فهمیدی؟ آخره ترس بکنی کوه هم ترس داره مگر خجالت نکش. اصلا من بدبخت از اون اول هیچ وقت برو بابا. چی فهمیدی از چشای ما؟ آدم تو این آب و هوایی به این بحالی حرف از ترس میزنه. آقا میخواد صاحب خونه 1000 متری هم باشه. شانس دلم برای زنم خیلی تنگ شد. الو سلام خانوم مخلصم. بله دارم با احتیاط بیرونم که صحیح و سالم برسم خونه. البته با دست پا جونم مانتو یخچال که قابلی نداره. میخوام از این ظرفشوری جدیدا برات بخرم. آره شما دعا کن ما خانم و رجب و صحیح و سالم ببینیم. حتما منم دلم تنگ شده برات. خدا آدم مجرد مثل خونه بیچراب میبینیم. عقدیم گفتن زن بلاست اما الهی هیچ خونه بیبلا نباشه. آقا نصیر مثل که زنت خیلی دوست داری یا نه؟ بله 3 سالی میشه که ازدواج کرده. البته بچه نداره ولی باور بفرمایید هر لحظه هر روز که میگذره فکر میکنیم که اول زندگی 10 سال 20 سال. آقا نصیر این آقا رجب آقا بگو وقتی شما را سر را گذاشته شما 5 ساله بودی این امزی که 1 ساله بوده. اول شما دوتا بی پدر مادر چطور بزرگ شدین؟ ببخشیدی خیلی ببخشیدی. خدا ببخشید با شما نبودم. چه عرض کنم بار دیدین که منو داشتم سوال هاست که با هم درگیر. البته درگیر چه عرض کنم یه جورایی با هم دشمن. خب روزگار ما رو جدا کرد یکیمونو یه برنده یکیمونو یه طرف دیگه. شما چی؟
ای چی بگم آقا نصیر جان، منم دست کمی از شما نداشتم. هفته داداش قد و نیم قد رو این شانه گذاشتم از این خانه با آقا. هر شش ماه از پدر مادرتون به شما ربطی نداره. آره آقا جان داشتم میگفتم پدر مادر من بیچاره ها بر اثر تصادف هر دو چلاق شدن افتادن گوشه خانه، من شدم نونآور خانه. الان هم انگار دارم تلاش میکنم که این خانه رو به دست بیارم برای که اجاره خانه ندم دیگه. الان هم دیگه شما رو میبرم میرسنم، شما رو به خیر مرا به سلامت. اگر رجبه پول داد داد نداد به فدای این سر من که نداد. این نامه رو میدم میگم شما دوتا امضا نکردین. همین کی گفت امضا نمیکنه؟ امضا بکنی؟ بله بابا شما دوتا خیلی مردید که مبارک انشالله. بفرما. حالا شما خشه خانه بفرما. بده با من ببینم امضای شما هست هست هست. خب دیگه کاری نداری برگردی بهتره. خیرون بده من بابا. بده با من ببینم امضات دادی پولت هم گرفته دیگه حسابی نداریم با هم دیگه که برو دی. نگفتم چلکه تو میری، نگفتم چلکه، فقط رو حساب تو که داشت مزدکتر من امضا کرد. کلک من کلکم یا شما دوتا که میخواستین سر من کلا بذارین؟ ها کی ما کلک زدیم؟ بله فراموش کردی آقا ناصر. نه شما میخواستی کلک بذاری که میخواستی با رخ نکردن در دل یک شهرستانی پاک خشپری احساسات من جریه در بکنی مالا مالا من بکشی بالا. برو آقا جان برو بگه من حالویه. دور از جون شما، دور از جون بلا نفسم. بلا نفسم تو خجالت نمیکشی؟ سب کن ببینم تو خجالت نمیکشی مامانا؟ مگر قرار نبود تو یه زمین صاف بکنی، چهار تا ستون بزنی توش، یه سخت بزنی رو، چهار تا کوره کچل بریزی توش؟ چی شد باز؟ یه ماشین آخر سیستم رو که دیدی دست پای خودتو گم کردی. ندید پدیدی. خب تو بدتر. مگر قرار نبود تو هم یه تالار باز بکنی، چهار تا دختر و پسر فقیر بیچاره مفلسه براشون جشن عروسی بگیری؟ چی شد؟ حرف یخچال و فریزر و ماشین لباسی ماندو چیه ماندو؟ اگر ماندو باشه من خودم چلاقم، مگر برای خودم میخرم که بیاستین نپوشم. تحویل بگی، تحویل بگی آقا بخوان. الو محمد صدات مالک عشقه، برات یخچال میخورم. آها تحویل بگی. هرچی عشق باشی، کلاغ باشی، هرچی باشی، این آقا رجبک ما هفته سر سر اینو اون کلاغ گذاشته شد. رجبک او وقت شما دوتا مخواهی سر اون کلاغ بذاری؟ بیشید بابا. ببین دختر خوب، من که تا الان هر حرفی زدم آقا اشتباه کردم، من معذرت میخوام. اصلا همین الان پاشو با هم بریم محضر، امضا میدم که هرچی من دارایی دارم همه رو بدم به این جک و جوونای بی پول و بی چیز. خوبه؟ خب ادای اون مرده کی بود تو فیلم فارسی بازی میکرده برای من در نیار؟ جون من شبیه هم. شما چی آقا ناصر؟ توبه میکنی؟ قسم میخوری؟ نه بابا بلمون کن. نه؟ الله من میخوام برم اون برا یه سنتی بخرم برم اون برا. خانم مریم زاده به دادم برس، میخوام برم پیش مردان آنجلوس، لس آنجلوس. چقدر تو خنگی آقا جان، من تهران با تو تبریک کردم که لس آنجلس سری بگو حله. لس آنجلس یا نه اصلا میخوام همینجا بخونم هم منم تحت تاثیر قرار بدم، همچین براشون بخونم این هونه بلبل. بعد این همسایه های کورکاچل رو مقید چی بکنی؟ همسایه رو بخیل خودشون میدونم، مالی یه پولی نداریم، آهی در بستاد نداریم. اصیل میان یا نه؟ خیالی نبود داشت ما خودمون تنها میریم، 25 سال تنها زندگی کردیم، بقیهش هم روش. سب بکن آقا جا، یعنی شما فقط برای پول داشتی میامدی؟ اولش پول بود علی. حالا بای خب حالا چی؟ حالا دیگه اصلا پولی نیست. آخر پول بگی تو چی آقا جان میخوندی؟ اینجا خرابه، بدشانس. ای بابا از ما که بدشانستر نیستی. تمام آرزوهامون نصف نیمه مون برباد رفت. او
ببینم تو اون یارو فیلم برباد رفته رو دیدی؟ آره بابا دیدم. اون مرده بود کلار گیبل سیبیل نازوکه. او کافشه سیبیل داره. جون خودت من عین اونم. تو هم یه نموره به اسکال دوارا میزنی. ای آقا ناصر جان برباد رفته برباد رفته. چرا؟ تو واسه چی؟ آقا جان اگر من تو را تنها ببرم پیش رجب نه تو به سهم الارض میرسی نه من به هزار متر زمین ویلایی. جون من یعنی امیدی هست؟ دوتایی با هم. ای والا ناصر بچه ناصر 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 ناصی اخوی ناصر ای ابله حسام اگه تو مرض داری بابا دختره راضی شده بود که ما رو ببر پیش عمو همه چیزو خراب کردی اه. دیگه برام مهم نیست ناش میدونی چی برام مهمه اصل اینه که یه بار ما تو زندگیمون عاشق شدیم یه بار یکی خوشمون اومد ولی راه نداد حسام اینا میدونی بدی این سفر چیه اینکه تو با من همسفری ایوه زدی تو خال ولی یه بدی دیگه هم داره هوا گرمه خیلی هم گرم نی مهم اینه که ما هر کاری بکنیم تو این سفر ما هر کاری بکنیم اگه دستمون هم تا اینجا بکنیم تو اصل بتاییم دهنش فکر میکنه به خاطر پول همو هست نمیدونه خاطرشو میخواییم زرشت وادادی ولکم بابا تو هم زرشت وادادی تو مو میبینی و من پیچشمو میده بیا دختر ظاهر و باطنش یکیه تو میری تو طول این سفر که میمریم یک کلوم حرف نامربوط نزد با انقدر ما دختر توی عروسی ها دیدیم دیگه با دختر نگات میکنه انگار میخواد قورتت بده ولی دختر از اون یه تیکه وسیر که میمریم و یه بار یه جا فقط تو آینه نگاش به نگاه ما افتاد خالشی کشیدیم بر که چی؟ نکنه وقت چشش به چشم ما بیافته اینا میگن نجابت بابا ایو نمیدونستم این قضیه غیرتی هستی خول هستیم دیوونه هستیم هرچی میگه هستیم ولی بچه جنوب شهریم بچه جنوب شهر هرچی که باشه بچه جنوب شهره منم آقا جان اگر یک جوان با غیرت جنوب شهری از من خواستگاری بکنه نه نمیگم دیوانه هم مگر نبگم مردم آقا جان مردم از بس نگفتم یعنی شما حاضرین با من آقا ناصر نگاه بکن من برای زندگی خودم برنامه دارم همینجوری نیستش که الکی نیست که ما آقا جان برنامه ندارم چقدر برنامه سیاه برنامه است مگر برنامه بی برنامه تعطیل خوبه یعنی با من ازدواج میکنیم وای من خواستم در جواب شما بگم بله مبارک ایشالله ابرای سیاهه چشم بیتاب منم هنوز براهه رو بخار شیشه با دستای خستم اسم تو نوشتم و چشممو بستم توی رویام تو رو دیدم که دوباره میری و پشت سرت بارون میباره مثل اون روزی که تو زدی به جاده از من و دلم گذشتی خیلی ساده خب به افتخار عروس و داماد عزیز داشم یه کف مرتب بزنین که بیان تو ناصر خیلی ما خوشیم از خود بفرمایید
خب سلام عرض کردم. ضمن خیر مقدم به شما مهمونای عزیز، مهمونای گل، خیلی لطف کردید اومدید. امشب واقعا شب قشنگیه، به خاطر اینکه عروسی داشتمه، به خاطر اینکه داشتم رو خوشحال کنید، منو خوشحال کنید، یه کف خیلی قشنگ بزنید. این داشت ما از اون بچه های هنرمنده، از اون هنرمندای نابه، کارش خوانندگیه، منتها خوانندگی خیلی باحال، حرفه‌ای. امشب میخوام این مجلس رو گرم کنه، البته با صداش. به افتخار داش ناصرمون یک کف مرتب بزنید. اینجا رو میخوام آتیش بکشه و رنگ و رنگ کنه با صداش. داشتنسی من نوکرتم آقا. جونه داشت؟ نه جونه داشت فهم جون داشتنسی. این داشتنسی ما داشت دیگه، سلطان همه خمانده های کرده. ما هر شب توی کافا میخونیم. این امشب این داشتنسی ما داشت. امشب میخواد داشتنسی ما بده تو اینجا. نه آقا نه بارو بارو آقا داشتنسی بخواه داشتنسی داشتنسی خجالت ندید برمیتون برم. والا من که خواننده نیستم ولی چشم، به خاطری که عرصی داشمه چشم. ما یه وقتایی شبا که دلمون میگیره میشینیم شعر مینویسیم. اجازه بدید من شعر رو در بیارم، یک دمه از بیشتر، منتها یه جورایی میخواییم آوازش کنیم. بچه جون بریم آقا. میگم خدا رو سه هزار مرتبه شکر، دعای ننه ما هم مستجاب شد و خوشبخت شدیم. خب بالاخره شیبا هشپرم عروسی کرد، شد هزار پر. بله میگم راستی شیبا خانم، اون قضیه که من عرض کردم که من از بلندی و ارتفاع و کوه و صخره اونجا میترسم واقعیت داشت. اینو البته واسه ما کس شم بود بگیم، منتها گفتیم که هیچ رازی بین من و شما از شب اول عروسیمون پنهون نمونه. خب پس اگر اینطوریه منم این رازه به شما بگم تا قبل از اینکه این رجبک بمیره. میدانی آقا ناصر، این سمول ارسیلی که من به شما دادم اکم اینقدر بیشتر خیالی نبه با شیبا خانم، آن نهایتاً دو سه میلیون میخواد بالا پایین بشه، خیالی نه، دل ما دریاست با بابا. راست میگی آه، مگر اینطوری از اینقدر یه اینقدر هم اضافه بکن. بابا بله کن دست بردار، ما رو وارد نمیدن مسائل مادی نکن، نهایتاً خونه پرش میخواد دو برابر بشه، خیالی نبه. ایوال ایوال شوخیه قشنگی بود، اونم مخصوصا واسه همچین شبی، شب اول عرصمون یه همچین شوخیه والی. خیلی والی شوخی نکردم، جدی گفتم. خیش فکردم کلاوردارم، نمیدونستم تو راضی. بابا جان راحت شدم من. نسی جونم دو برابر بوده. چی دو برابر بوده؟ 250 نه 500 میلیون. خب داشته من جفتش رو هم که میشه 500 نفری 500 بگی بچی جون. بابا زشته، همه فهمیدن. ببین چی میگه. چی میگه؟ چی میگه؟ میگه اون پولی که بعد از مرگم وام میرسه 500 میلیونه جونه دار. نه تو یک کلا برداری. همین بابا شدیه. من یه چیز دیگه میخوام بگم، فکر میکنم دیگه حتما شما دوتا با من غر میکنید. من این سنده را به نام شما امضا زدم. یعنی
بازم ها؟ آف دارم سکته میکنم. خب آقا جان چرا منو ول میکنید آخر؟ ده مردم شیوا بگو دیگه. رجبای خودش گفته بود اول ازدواج بکن بعدن من این عربه تو بگم. خب الان دیگه من تو زن شوهریم دیگه، چون سهم من با هم نصف میشه من دیگه به تو دارم میگم دیگه. آهر من بگو دیگه عزیز من. چهار چند بودی؟ 400 میلیون؟ 1000 پا؟ چهار برادر؟ نرده بون؟ چقدر خنگن این دو تا هر دو خنگن. خب بگو چهار تا چی؟ پول میگه 4 برابر؟ یعنی 1 میلیارد؟ وای قلبم تپش شو. شیوا شیوا دوست دارم. سایه تو دور و به مرز گریه نزدیکم، به من چشماتو برگردون پر از رو سایه تاریکم، توی خواب و تو بیداری چشمام دم مال چشماتم، بگو تنها نمیذاری نگو این آخرین راتم، بی تو میمیرم تو میمیرم، با دوست دارم باز جون میگیرم، بی تو میمیرم بی تو میمیرم، برگردی پیشم آروم میگیرم، برگردی پیشم آه.